سلام بچه ها، اینجا بخش رادیولوژیه و امروز میخوایم با همدیگه از همدیگه برای اولین بار عکس بگیریم، همون عکسی که اکثرا توی دندون پزشکی احتمالا همتون تا حالا انجام دادین و از دندونتون عکس گرفتین. اینجا هم جاییه که بیمار رو میشونیم و اینم تیوب اشعه ایکسه که اشعه رو میتابونه به اون فیلمی که توی دهن قرار میدیم، توی دهن بیمار. خب بیاین دنبالم بریم از مریم عکس بگیریم. Later. زاویه ها 40 درجه دندونه قدامه 45 درجه دندونه نیش یا کمین 30 درجه دندونه پرموده 20 درجه هم دندونه خلفی خب بعد از اینکه زاویه رو تنظیم کردیم این دکمه تیوب رو فشار میدیم تا اشعه تابیده بشه و اون فیلممون به قول معروف اکسپوز بشه. دندون شیش بالا بایت این آره بایت بینگه من دیگه نباید دست بزنم چسبم زده که آقا بهنم آقا اینکم بازده یه سر کرم هم را بدیده اینو اگه قدام می آوردیم باز بهتر اینو می آوردیم یکم قدامی تر که اونجا دیده بشه خب بچه کلن به این مدل رادیوگرافی میگن رادیوگرافی بایت وین که دوستم داره از من میگیره
و مریم هم کامل توضیح داده تو ویدئوی رادیولوژی که حالا براتون لینکشو میذارم این بالا. به این وسیله‌ای که میبینم حالت پیش بندور بهش میگن تیروید کولار، که یه لایه سربی توش هست و باعث میشه که اشعه به تیروید آسیبی نرسونه و بستنش خالی از لطف نیستش، چون که ما زیاد اینجا سر و کار داریم و اینا. به خاطر اینم به این مدل عکس میگن بایت وینگ، که اون تیکه‌ای که میبینید از دهن من بیرونه رو من گاز گرفتم و که همون ترجمه بایت میشه و به اونم حالت باله تور داره میگن وینگ. و حالا دوباره مثل همون عکس قبلی اینجا دکمه رو میزنیم، همین دکمه آبی سرمه رنگی که میبینین، تا اشعه تابیده بشه و اون فیلممون به قول معروف اکسپوز بشه دوباره. بعد از اینکه این فیلمامون بهشون اشعه تابیده شد، به وسیله این گیره فیلمی که دستم دیدین، فیلمو اول این روکش روشو وا میکنم و به وسیله اون گیره میگیرمش و توی محلول ظهور میذارمش. اگه دقت کنید اینجا سه تا لیوان داریم که تو لیوان اول محلول ظهوره، تو لیوان دوم آب قرار داره و تو لیوان سوم محلول ثبوته، که به ترتیب 20 ثانیه تو محلول ظهور میذارمش، 10 ثانیه تو آب قرارش میدم و در آخرم 20 ثانیه توی محلول ثبوت میذارم. و در اولش قبل از اینکه تو این محلول رو بذاریم، کلا هیچ تصویری هنوز ما نمیبینیم روی این فیلممون. بعد از اینکه این ظهور و ثبوت و شست و شو اینا رو انجام دادیم، تازه تصویرمون نمایان میشه. و یه نکته که باید دقت بکنین اینه که شاید سوال بشه براتون که چرا اینجا همش قرمزه. هر نور دیگه بجز طیف قرمز میتونه به این فیلممون آسیب بزنه و به قول معروف فیلممون رو بسوزونه، کامل سیاه بشه. به خاطر همین توی این اتاقا که به اتاق ظهور ثبوت معروفه، فقط از نور قرمز استفاده میکنیم. اینم از نتیجه نهایی که فیلمایی که گرفتیم و تک تک توی این آلبوما قرار میدیم تا حالا ما به استادمون تحویل بدیم، ولی توی بیرون به بیمار تحویل میدن. خب بچه، اینم از ویدیو امروزمون. اگه یه سری اصطلاحات و اینا رو متوجه نشدین و کلن با ماهیت اینکه چجوری اکسپت میشه متوجه نشدین چجوریه، توی یه سری ویدیو هم من هم مریم براتون قبلا توضیح دادیم که چی به چیه. حتما اون ویدیو رو ببینین از تو پلیلیست رادیولوژی تا همه چیشو خم و چمشو بدونین اصلا چجوری این عکس ثبت شده، این تصاویری که میبینیم چیه. و حتی مریم خیلی کاملتر توضیح داده که شما حتی خودتون بتونین تشخیص بدین که مثلا دندونتون پوسیده یا نه و چیزایی که توی تصویر رادیولوژی میبینیم اصلا چی هستن. راستی اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، کانالمونم سابسکرایب داشته باشین. تا یه ویدیو دیگه، به امید دیدار.